من یه موجودیه، بدنش باید این شکلی باشه، نقش اجتماعیش باید این شکلی باشه، این کارا رو باید بکنه. اگه این کارا رو بکنه خوبه، اگه این کارا رو هم بکنه بده. مرد یه چیز قدرتمندیه فرای این دیگه، وارد جزئیاتش نه. عقل مهم نیست برای زن، واژنه مهمه، برای اینه که ما عصبانی میشیم. سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من و دوستم. تو این قسمت مینا خانی مهمون ماست و میخوایم در مورد بانو صحبت کنیم. تو اینجا منو دوستم نشستی، منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات منظور تراوشات نیست؟ نه 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 ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی من و دوستم. بذار مینا رو من وارد کنم به میتینگمون. مینا خانم خب داری ضبط میکنی؟ آره من روشن کردم. چه خبر اونجا شهر شما، منطقه شما، کرونا؟ والا داغون، یعنی من اصلا حوصله خودم و زندگی و هیچ مشغولیت، یعنی نمیدونم، آدم یه جوری سروایو داره میکنه فقط. آره نیست که انگیزه خیلی بده، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه. همون کارهایی هم که قبلا میکردی کول بود، چون الان خیلی تکراری شده. آره بگم بلش کن، بیا بریم سر اصل مطلب. آره بابا بلش. ببین ما چرا انقدر هرس میخوریم وقتی بهمون میگن بانو؟ سر این قرار بود تو باشی. ببین کلن داستان، بحث کلن سر اینه که اون سیستم، اون نظام، ایدئولوژی مرد سالاری چجوری خودش رو تعریف میکنه. خب بگیم دقیقا، من سعی میکنم ساده بگم، ولی این موضوعی که یه پیش زمینه پیچیده‌ای داره، اول اون آدم توضیح بده، بعد میتونه یهو بری سر اون موضوع بانو. خیلی خوب، قبل از اینکه بپردازیم به این مطلب، من دوست دارم یه سوال امروز داشتم فکر کردم بهش ازت بپرسم. اینکه تو حالا یه بیوگرافی کوچیک بده خوده، ولی سوال اصلی من اینه که همیشه اینطور صدای قوی محکم داشتی یا نه، و اگر نه چطوری خودت رو تبدیل به زنی که الان هستی کردی؟ خیلی ها میان به میگن ما میخوایم این کیفیت رو در خودمون تقویت کنیم، مثلا این کیفیت رو در تو میبینم، خوش به حالت، بعد مثلا چطوری ما اینطوری بشیم اینا. و یه سری ها فکر میکنن که چون دیگه تا الان نبودن نمیتونن بشن. تو از اول strong minded بودی؟ از اول آیا میتونستی روی احساسات تو، افکار تو اینا کنترل داشته باشی؟ چطوری بوده؟ من اول که من نمیدونم چجوری خودم معرف کنم، من با منو بیشتر به عنوان تحلیلگر اجتماعی میشناسن و الان مدیر روابط عمومی شیش رنگ هم هستم که شبکه لزبیان و ترانسجندر ایرانیه، و کارم در اصل بخوام بگم اینجوری فریلنس مثلا رایتر هستم، یعنی می نویسم. کار اصلی من در حال حاضر یه مدتیه که از رای نویسندگی در واقع رو معاش میکنم، و پیش از این هم کارهای مثلا تئاتر رو اینا میکردم، در کنارش هم می نوشتم، یعنی نوشتن و کار اجرا و کار تئاتر. چند سال خارج از ایران زندگی میکنی اگه میتونم؟ هم داره 18 سال میشه. آه واو، خوب. طولانی مدته که آلمان هستم، یه راستم اومدم آلمان، و آره دیگه یه بخش مهمی از زندگیمو اکشلی در واقع توی آلمان زندگی کردم، و یه بخشی از جامعه پذیری یا سوسیالیزیشن یا اجتماعی شدنم رو در واقع توی آلمان زندگی کردم. الان دیگه داره میشه نصف نصفش چه. و در مورد اینکه آیا همیشه اینطوری بودم که الان هستم، که خب 100% جواب نه. در مورد من به شکل خیلی اکستریمی جواب نه، یعنی
آره من اصلا اینقدر اعتماد به نفس نداشتم توی کودکی. کسایی که بیوگرافیمو دنبال کنن حتما دلیلشو میفهمن که چرا هست یه چیزایی در موردم که بفهمه آدم چرا. چطوری با اعتماد به نفس شدی؟ یه بخشی از اعتماد به نفسم رو فکر میکنم که مثلا 16-17 سالگی چیزی که به من خیلی کمک کرد و وامدارش میدونم خودمو خوندن راستش بخوای فروفرخزاد بود. یعنی فروفرخزاد جرقه‌ای توی ذهن من زد که مطمئنم من تنها نیستم. میدونم خیلی شاید حتی کلیشه‌ای به نظر بیاد ولی خب اینطوریه دیگه، میدونی؟ آره. یه جرقه ای تو ذهن من زد که مثلا من این کتاب اینو که تو کتابخونه مامانم برداشتم خوندم، مثلا با این انتظار نداشتم با چنین چیزی مواجه شم و وقتی که خوندم دیگه یه مدتی بیرون نمی اومدم از توی این، چون مامان من کتابی که ازش داشت 5 کتابش با همم بود. من فرصت اینو داشتم که با کل گنجی با کتابی هم بود که مال قبل از انقلاب بود نشده بود، من فرصت اینو داشتم که در واقع آشنا بشم با این کاراکتر، با این گنجینه این که این کاراکتر در زمینه شعر دست کم اهدا کرده به مثلا کسانی که فارسی میفهمن. و خب خیلی تکون خوردم چون میدیدم که چه آدم باحالی، چقدر قویه، چه قلمی داره، چقدر خفنه فلان اینا. بعد از یه طرف هم میدیدم که این در مورد یه چیزایی داره حرف میزنه که یه رنجایی که انگار آدم میتونه هم رنج کشیده باشه و رنج زن بودن کشیده باشه و قوی باشه، انگار این دوتا کنار هم جمع شدنیه. حالا من 100% اون موقع نشستم اینجوری پیش خودم فکر کنم، ولی حسی که بهم دست میداد این که من چقدر این آدمو میفهمم، چقدر باحال و چقدر دوست دارم اینجوری باشم. و کلن بعد افتادم مثلا روی آوردم به خوندن، ولی بازم این کاراکتر رو نداشتم. یعنی افتادم به کشف و خوندن اینا. یه دوره عطف دیگه ای که برای من اتفاق افتاد شاید مثلا بعد سال 2009 و اینا، خب اومدم توی فضای در واقع فارسی دوباره، چون مدتی نبودم هم موقعی که اومده بودم آلمان دیگه نبودم زیاد تو فضای فارسی، کاری هم نمی کردم تو فضای فارسی و بیشتر تو فضای آلمانی بودم. سر 2009 اینا اومدم، خب اونجا هم یه کاری کردم، بعد دیدم خب من میتونم فارسی هم بنویسم، مثلا قبلا می نوشتم چرا ننویسم. بعد شروع کردم به نوشتن، دیدم خب میخونن ملت. بعد بازم ولی نمیتونم بگم مثلا خیلی اتفاق بزرگی افتاد، شاید یکم مهمترین اتفاقایی که افتاد برای من دسترسی به صحنه بود در واقع توی تئاتر. یعنی در واقع باید بخواهم که چی صدای من رو انقدر بلند کرد. تئاتر فارسی زبان؟ نه من یه تئاتر بازی کردم، در واقع رقصیدم تویش به عنوان بازیگر نقش اول. خوب توی سال 2011 در تئاتری به اسم کاوس تئاتر آخن، در واقع تئاتر شده نمایشی اقتباس نمایشی فیلم The Celebration که در موقع در تجاوز بود دیگه، اونم در مورد خشونت جنسی بود. و اون اگه یادت باشه یاد دیده باشیش، اون در مورد یه دختری بود که با همراه برادر دوقلوش پدرشون بهشون تو کودکی تجاوز میکرد و این دختر خوشو میکشه و برادرش بعدم تو جشن تولد 60 سالگی پدر میاد میگه که تو به ما تجاوز کردی، به من و به خواهرم تجاوز کردی. من اون خواهره رو نبود تو اون فیلم، تو این اقتباسی که ازش نمایشی که در واقع رضا جعفری یه کارگردانی که تو همون کار استاد هنوزم فکر کنم کار میکنه، اقتباسی که اون ازش در آورده بود به این کاراکتر لینداری که غایب بود در اونجا، اومده بود می‌خواست اینو بیاره رو صحنه به وسیله رقص، چون این دیگه خودکشی کرده بود و اکچولی دیگه وجود نداشت، درنش حرف نمی‌زد. و من در واقع فانتزی برادره رو از خواهرش که دیگه حالا خودشو کشته رو می‌رقصیدم. در واقع نقش من این بود که اون رویاهای اون برادر، خاطراتی که یادش میگه، تصوری که داره از اینکه علنگ خواهرش بود تو این وسط این جشن چی کار میکرد، من اینا رو به وسیله رقص در واقع انجام دادم. آره فکر کنم این یه خیلی مهم بود بر من، یعنی نقطه عطف بسیار بسیار بوده. چون با این نقش خیلی عجین شدم و خیلی دوست داشتم بعدم کاری که دارم میکردم. بعد واکنش و در واقع چیزی که از تماشاچی و اینا، مثلا یه ماه رو پرده بود یکی از بهترین تئاترهای مثلا اون موقع ماه شناخته شد و منم کامنت های خوبی گرفتم از
چیزا و اینا، همزمانم خب داشتم میخوندم و مینوشتم تو اینا، اینجور چیزا هم یه با پرنشای میگرفتم. آره آره، اون نقطه عطف در واقع فکر میکنم اون مسئله. یعنی شخصیتت شروع شد به دوباره سازی شدن، شاید کاراکترت یا اعتماد به نفست یا آره مستقیم نه، چون من بعد اون یه دوره حالت پست تروما و اینا خودم تجربه کردم. آره. بعد بود یک دو سالی هم تئاترم یه دونه خودم بعدم بردم رو صحنه، ولی حالم یه سالی خیلی بد بود بعد اون تئاتر. متأ اون باعث شد که یه چیزایی که من هی عقبش می‌زدم بیاد روی سطح. آره بیارمش روی سطح و هی برم، بعد رفتم هی مطالعه کردم چون می‌خواستم بفهمم که چه بلایی سر من اومده. هی رفتم مطالعه می‌کردم، هی مطالعات و اینا، و بعد فهمیدم که نه من اصلا دوست دارم تو زمینه حرف بزنم، کار کنم. خودم که پیشا پیشم فمینیست میدونستم قبل از اون تئاترم، ولی به هر حال احساس کردم که بیشتر میفهمم چه نوعی. هی رفتم تو کشف خودم. آره و این پروسه کشف خودم آره یه ذره به خیلی برای من راستش بخوای این قضیه صدا دار شدن و قوی شدن اینا خیلی پروسه طولانی بوده برای مثلا. آره. بگم یه اتفاق اینجوری افتاد شد نه، من الان 37 سالمه. خب ببین تلاش منم همینه، برای اینکه دوستان با آدمای مختلف که دارم صحبت میکنم اینه که این نکته رو یادآور بشیم که همه چیز زمان میبره. اینطور یعنی چیزی که واقعا باید توی بطن زندگی یک تک تک آدمای رو کره زمین باشی تا ببینی که چقدر زمان برده به هر موقعیت خاصی که میخوایم تعریف راجبش صحبت بکنیم به اون موقعیت رسیدن. حالا کیفیت میتونه بد باشه یا خوب. یه کسی همینطوری، ما همیشه یه مثال همیشه هستش میشنویم، میگیم آدم ها نژاد پرست به دنیا نمیان. کم کم دیگه توی سالیان زندگیشونه که تغییرات ایجاد میشه از این حرفا. و آره بر همین من از خیلی ها این سوال رو میپرسم که مثل تو که چی شد که الان حالا مینای خانی زن قوی که ما میشناسیم و انقدر جلوی حرفای مختلف دردناک دیگران و اینا میتونه بازم همچنان حرف بزنه، چطوری شده و زمان برده دیگه. خیلی آره خیلی، و الان هم داره خیلی. میبره. یعنی من هنوزم فکر آره. نمیکنم که یه آدم یه آهنین میشدم که همه چی رو بلد نه و خسته نمیشم و اینا. یه چیز پروسه ای که همیشه باهات هست و تو در همواره در حال شدنی، یعنی در حال پروسه شدن همش داره در تو اتفاق میفته. دقیقاً. حالا برگرد، میدونم که اون داستان بانو و اینا یه کم چیزه، یعنی باید براش لایه لایه بسازیم و اینها تا برسیم به بحث اصلی، ولی من همش برام سواله که مثلا من خودم مقایسه میکنم، میبینم از اون از هر موقع که یادم میاد من هم دگر جنسگرا هستم هم سیس جندر هستم، یعنی هم جنسیتی که بهم باش به دنیا اومدم همونه، همین که یعنی دیگه نورمال چیز رایج ترین چیزی که هنجار ترین شکلش خب، ولی همچنان برام عجیب بود که چرا همیشه اینطوری بودم که چرا باید یکی صداشو نازک کنه حرف بزنه، چرا باید لطیف حرف بزنه، چرا مثلا چاکرم مشکل داره. من اولا که اومده بودم توی تلویزیون مردم برشون عجیب بود که مثلا تعریف میکردم به چیز میگفتم چاکرتیم مثلا نوکرم نوکم مثلا، مثلا اینطوری بودم که بانوی تلویزیون مجری فلان چرا میگه نوکرم، یا مگه تو پسری؟ خیلی تغییر کرده توی همین 4-5 سال اخیر ها، یعنی به خاطر اینقدر دیده شده. ولی میخوام اینو بگم که بازم برای من عجیب بود، بازم منم نمیگنجیدم توی یک تعریفای کلیشه‌ای بودن یک زن بودن. و الانش هم اینطوری که مثلا وقتی اعتراض میکنی میگن که و احترام گذاشته بهت دیگه، تو چرا پاچه میگیری یا چرا ناراحت میشی، هر جور با شما حرف بزنن ناراحت میشین و اینه. در صورتی که من خودم دقیقا نمیدونم چرا ناراحت میشم، ولی خوشم نمیاد به هم بگن بانو. یه
یه چیز بگم نمیدونم اینو بیارم تو پادکست یا نه، حالا یه خاطره برای تعریف کنم که یکی از کسای عزیزانی که برای کلاس زومبا من ثبت نام خواست بکنه، دختر خیلی جوونی از من، یعنی سنش خیلی پایین تر بود و خارج از ایران زندگی میکرد و ثبت نام خواست بکنه و منو بانو صدا میزد پای تلفنم که باش صحبت کردم. سلام بانو، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. باشه چشم بانو. من عصبانی میشدم، البته به روی اون که نیاوردم چون بیچاره، ولی دیگه یه جایی با دوستان مشورت کردم، گفتم بچه‌ها چی کار کنم، من نمیتونم تحمل کنم. گفتن که چیز کن، بگو مثلا یه جوری، یه جور دیگه بهش بگو، نگه به دیگه. من بهش گفتم ببین میشه نگی بانو، بگو شیرین. احساس میکنم مثلا خیلی دیگه الان من مادر بزرگم تو به من میگی بانو اینا. آره خب حالا مثلا تو فکر می‌کنی اون این دلیل این که ما کلمه شدیدشو بخوای به کار بری چندشمون میشه چرا چیه؟ اینه. آره ببین، اولا که معمولا کلمه یه سه حرفن چسبودن به هم، یه بار معنایی دارن و یه کارکرد اجتماعی. یعنی مثلا تو میگی این قوری کثیفه، کثیف نشاندنده یه چیزی که یه چیزایی بهش چسبیده که نباید میچسبیده و سالم نیست و فلان نیست و درنش کثیف برای بده. خب باید ما نگاه بکنیم ببینیم که بانو چی میطلبه از زن، چی چیزی به زن، یعنی با زنها چی کار میکنه، یعنی یعنی کی اولا تصمیم میگیره که شما بانویی، یعنی بانو به کیا گفته میشه، کیا این اطلاق در موردشون صدق میکنه و کی تصمیم گیرنده است و بانو چه مؤلفه هایی داره، یعنی باید چی کار بکنی که تو بانو باشی. از اساس فرهنگ یا اون مناسبات لیدیز اند جنتلمن و مثلا بانوان و نمیدونم سروران و اینا، مناسبات همون داخل مرسالاریه. حالا ما نمیخوایم خیلی هم بیش خاصش بکنیم تو مورد ایران، بگیم این فقط تو که نه، جاهای دیگه هم وجود داشته کمان که بریم سرچ بکنیم. بله معادل انگلیسی داره، معادل چیز دیگه هم داره، میگن لیدی و اینا هم میگن و اینا. متاها خب مثلا پرمیسای دنیا با لیدیش هم مشکل دارن، نه که بگن لیدی واژه تو هیچ جا نباید استفاده کنی. نه تو این با این واژه رو میتونی از کانتکستش خارج کنی، یه کار دیگه باش بکنی، میتونی باش جوک بسازی، میتونی حتی یکی اسم خوش بذاری لیدی فلان، میدونی مثل لیدی گاگا هرچی. ولی چیزی که در مورد در واقع این واژگان ما باید در نظر بگیریم کارکرد اجتماعیشونه، چی کار میکنن با جامعه، چه تعاریفی رو در جامعه در واقع تصفیه میکنن. حالا از اینجا یه نقل میزنم که به اون حرفی که نقل میزنم به اون حرفی که اول شروع کردم بزنم. ببین اصولا در واقع مناسبات مردسالاری اینجوری هن، یا سیستم یا در واقع ایدئولوژی مردسالار اینجوریه که به واسطه تعریف زن مرد رو تعریف میکنه و جامعه رو به واسطه تعریف این دو تعریف میکنه. یعنی بخوام سادش بکنم اینجوری میشه که شما یه جامعه مردسالار رو در نظر بگیر، شما یه خانواده رو در نظر بگیر. اول مردسالاری میاد میگه که اوکی زن چیه؟ مادره مثلا. از طریق نقش مادری در واقع سیستم خانواده رو تعریف میکنه و جایگاه پدر رو در نسبت به مادر و فرزندان تعریف میکنه. چرا میگم از طریق تعریف زن در واقع مرد سالاری حتی خود مرد رو تعریف میکنه؟ به خاطر اینکه مرد در تعریف مرد سالاری قدرته و همه آن چیزیست که زن نیست. یعنی زن یه تعاریفی داره، برای اینکه تعاریف زنان دقیق تره. یعنی برای زن تعاریف های میکروفونتو بکش کنار از یه آره ببخش، برای زن مثلا تعاریف دقیق تری انجام میشه، اینکه بایدها و نبایدها برای زنان محدودیت روشن‌تره، شفاف‌تره، مرزهاش روشن‌تره. تعاریف منفی بسیار بسیار، یعنی تو شما فحشا رو که میری، فحشای جنسیتی رو که میری بررسی میکنی، ببینین تو حوزه مثلا مسائل جنسی چقدر فحش که به زنان مربوطه در واقع وجود داره، چند تا به مردان وجود داره. نمیگیم به مردان وجود نداره ولی نسبت اصلا یکی نیست. بعد مناسبات رو میسنجی، مناسبات چجوری؟
اینجوریه که میگم که در واقع مردسالاری میاد اول زن رو تعریف میکنه، میگه زن یه موجودیه، بدنش باید این شکلی باشه، نقش اجتماعیش باید این شکلی باشه، این کارا رو باید بکنه، اگه این کارا رو بکنه خوبه، اگه این کارا رو هم بکنه بده. مرد یه چیز قدرتمندیه فرای این، دیگه وارد جزئیاتش نشه، ولی یه غیرتی هم داشته باشه، یه گنده باشه، فلان باشه، ضعیف نباشه، زنونه نباشه، مرد زنونه نباید باشه، فمینین نباید باشه. یعنی مرد برای همین میگم مرد آن چیزیست که زن نیست. آره. و این اون چیزیه که در واقع ما رو ما وقتی نسبت به بانو و واژگانی مثل، فقط بانو نیستش، چیزای مشابهش هم هست. حالا من مثال اون موقع بر من نوشته بود زدم، ولی تمام این دوشیزه مثلا نمیدونم همه اینا در واقع داره یه قالبی، تو رو توی قالبی قرار میده، به من میگه که تو باید بانو باشی که محترم باشی. خب بانوی خواصی داره، یه چیزایی داره، شاید من اصلا خودم رو بعد سلف دفینیشن یعنی خود هویت گری رو ازت میگیره، یعنی تو خودت نمیتونی. خب من اگه بخوام به من بگم بانو، خودم میگم من مثلا به من از این به بعد اطلاق کنید بانو فلانی، خب نه، یه جامعه ای وجود تو بدونی تو هیچ اشرافی رو تعریفی که میشی حق نداری. خیلی راحت ببین مثلا بعضی تعریف هستن خونسا هستن، مثلا خانوم و آقا نسبتاً، حالا آقا یه معنی های دیگه هم داره ولی توی کانتکست و توی بستر خاصی میتونه معنی خونسا هم داشته باشه. بانو معنی خونسا نداره، دوشیزه معنی خونسا نداره. خب و به طور کلی ما توی این مدت فقط من به این مسئله بر نخوردم، دیدم فمینیست های دیگه هم بهش اشاره میکنن که دقت بکنی کلمه زن خیلی کم تر توی یه کانتکست های استفاده میشه. بره. مثلا نگاه میکنی میبینی زنها یه حرکتی میکنن همه به عنوان دختر یه چیزی هست. خب دختر دو معنی داره، یه معنیش معنی همون زن نشده، یعنی بله. یعنی گرل، یعنی فرد با جنسیت باکره. منتصب به زن که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، یعنی کوچک است هنوز، یا حداقلش باکره است. خب یکیش اینه تعریف دختر توی زبان فارسی، دومیش اینه که فرزند دختر. آره. داتر. داتر. خب در هر دو حالتش تو هویت مستقل، هویت بالغ مستقل نداری در هر دو حالتش. بهترین حالتش اونجایی که تو رو دختر کسی فرض میکنن، مثلا تو مورد دختران خیابان انقلاب، من خودم خواستم اینجوری بخونم داستانو، اینجوری خوندم که این دختران فرزندان اون خیابان هستن، یعنی اینجا به مثلا دوشیزگی و باکرگی و عدم بلوغ و اینا نیست، بلکه ارجاع به فرزند زن آن خیابان بودنه، یا اون نسل در واقع زنان انقلاب 57 که اومدن تو خیابان گفتن ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. اما هی میبینی که این تو کانتکست های دیگه هم هی دختر آبادان، دختر این، دختر این، انگار به قول یکی از فکرام سمانه نمیشته بود، سمانه سعودی، که همه چی رو میگن که نگن زن. خب آره. آخه اسم میذارن که نگن زن. ببین آخه اصلا جالبش مسئله اینه که ما تو فرهنگمون اصلا هیچ وقت فکر نکنم بوده باشه که به جنس مؤنثی که از بگیر سن خاصی گذشته باشه، بگیم مثلا بگیر حالا توی دنیای الان میگیم آدمی که از بعضی کشورها 15، بعضی کشورها 17، بعضی کشورها 18، بعضی کشورها 21، ولی معمولا 18 میانگینش رو بگیریم، آدمی که از 18 رد شده رو میگن من or woman. خب تو حالا مهم نیستش که باکره باشی یا نباشی، یک بزرگ سالی حساب میشی که مسئولیت های زندگی و تصمیماتت بر عهده خودته و بزرگ سال حساب میشی. ولی ما توی فرهنگمون نداریم، ما زن یعنی کسی که دیگه باکره نیست و همین فکر کنم. آره زن یعنی مسئله دقیقا برای من توی واژه، یعنی اون چیز آزاردهنده واژه بانو برای من اینه که اولا
که این بک‌گراند رو که به طور کلی در جواب مردسالار وجود داره در مورد هم همین واژه یعنی در واقع معادل فارسی هم لیدی که میشه بانو و هم کانتکست انگلیسیش اون معنی رو در واقع جنسیت زده و مشکل داره تو کانتکست فارسیش هم داره. حالا این اضافه میشه توی وضعیت ما در یک وضعیت بسیار بسیار نابسامانی که اصلا از اساس مثلا ایدئولوژی حاکم روی این بنا شده که زن رو چجوری تعریف میکنه و بعد تو میبینی که یه ادبیاتی نسبت به زنان داره توسط حاکم تولید میشه و تولید هم میشه فقط تو روزنامه کیهان تولید نمیشه، سریال ها تو مثلا نایت شو ها توی برنامه های خیلی مثلا جذاب و نیمه جذابی که میسازن و کارهای فرهنگی که میدن بیرون ادبیات تبلیغ میشه. خب یک بخش از این ادبیات هم اینا توش هست، یعنی یه جایی هم اینا یه مفاهیم قدیمی که وجود داشته رو برمیدارن به هر حال مصادره میکنن و به یه شکل دیگه ای اصلا یه معنای دیگه ای حتی یعنی یه معنای مضاعف میگیره. برای من بانو توی بستر فعلی جامعه ایران خصوصا حتی بار منفیش برای شخص خود من بیشتر از لیدیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا اون جنسیت زده است ولی انقدر شاید بر من به شخص بار منفی اینجوری نداره. البته لیدی هم آخه همین مسئله اینه که شاید به خاطر اینکه حالا تو جهان غرب یکم ما مردم جامعه جلوتر هستش انقدر کمتر استفاده شده یا مدل استفادهش دیگه عوض شده آره تغییر کرده، شاید در همینه که انقدر حساس نیستیم. ولی همچنان خب خیلی از فمینیستا توی جهان دارن میگن که مثلا این مدلی که بگید you're a lady and lady doesn't do that یک بانو این کار رو نمی کنه، یعنی نه I can be a lady I can swear as well یعنی من یک مثلا زنی هستم که محترمم که فحش میده میدونی سو بعد سر اون میسیز و میسم که ما الان داریم تو انگلیسی خوبیش در واقع حداقلش اینه که آپشن ام اس هم گذاشتن که کسی که دلش نخواد بگه من میسیز هستم یا میس میتونه بزنه میز که چیز نباشه. حالا من فکر میکنم این که بخوام از چیز بانو نتیجه خودم رو بگیرم اینه که برای شیرین کلن وقتی که از دیگری بشنوه چطور باید عمل بکنه اذیت کننده است، چه توی محیط کاره چه توی جامعه است، محدود که میشه اذیت کننده است. این که مثلا تعریف برچسب زده بشه، من فکر کنم دلیل این که ما انقدر حالا شاید مفهوم خونسایی نیست، یک باری رو به تو تعمیم میکنه نیست. حالا من از اون مقایسه با لیدیم نجمی نیست که اون بده، اون کمتر بده، نجم اینه که این اصلا شرایط. ببین مثلا تو با اینجا با این واژه لیدی بازی هم میتونی بکنی، میتونی به ضد خودش تبدیلش بکنی مثلا. خب حتما که تو فارسی هم آدمایی هستن که خلاقیت اینو داشته باشن، ولی چقدر امکانشو دارن توی اون در واقع فضای استبداد داخل ایران و استبداد داخل هم میدونیم که خودش رو توی خارج از ایران هم توی ادبیات ما خودش رو بروز میده. در نتیجه من فکر میکنم ما الان مثلا توی وضعیتی هستیم که حتی نمیتونیم بانو رو با لیدی مقایسه بکنیم، یعنی هیچی رو نمیتونیم با هیچی مقایسه بکنیم. وضعیت خیلی نابرابریه نسبت به زنان و اینه که این صدای این که من میخوام خودم رو تعریف بکنم و میخوام بدونم مثلا چرا این واژه ها اطلاق میشن، این اطلاقا معنیشون چیه، بار معنیشون چیه، چی رو دارن به من تحمیل میکنن و چرا آره دیگه آره. چرا بانو باشم، بانو چیکار میکنه، چرا بانو مورد احترامه، چرا تعریف چرا تو تعریف میکنی من رو، بودن من رو آره. اما زنی هم که میگم خب وقتی که مثلا حالا من 25 رو رد کردم و اینجا بودم و دیدم که آه اوکی به دختر ببین به زن 21 ساله به زن 20 ساله هم اینجا میگن woman young woman مثلا
من اینطوری بودم که چرا ما همش میگیم دختر 20 و فلان ساله، دختر فلان بزرگ شدی دیگه و بعد مثلا توی اینستاگرام و شبکه های اجتماعی اینا خودم به زن یاد میکردم، خب میکنم و میگفتم که خب مثلا من زنیم که تو، و باز دوباره استراگل و چالش ما اینه که مفاهیم جدید رو باید جا بندازیم. بعد میاد اکثریت جامعه میگه مگه تو ازدواج کردی که خودت میگی زن؟ مگه تو سکس داشتی که میگی به خودت زن؟ به تو چه؟ مسئله این نیست که من برای چی بگم، یعنی عقل مهم نیست برای زن، واژنه مهمه. برای اینه که ما عصبانی میشیم. آره، چون خیلی هم هر موضوعی مربوط به زنان اصولاً خیلی بیشجنسی، چون شدن زنان تمام این موضوعات همیشه یه ربطی به مسئله جنسی در نهایت پیدا میکنن. یعنی مثلا خب بانو لفظ محترم مانع زنه که توش این که تو آیا الان باکرگی داری یا نداری مستطره نشون نمیده. برای همین واژه قابل چیز، آره دیگه، واژه قابل احترام، یعنی به زنی احترام میذارن که معلومه، حداقل ما ندونیم اگه خارج از ازدواج مثلا رابطه جنسی داشتوش چی، ما ندونیم تو با، یعنی بانوی میدونی من همه چیزم با این کلمه، من اینقدرم که بعضیا حالا مثلا فکر میکنن و اینا، این نیست که مثلا حالا یکی جلوی من به من بگه بانو من رو میکنم اونور، یا آره باش غر کنم بگم تو چون واژه جنسی از زده استفاده کردی من دیگه با طرف نمیزنم اینا. ولی برای من جایی مثلا موضوع جالب میشه که یک نفری که به عنوان حالا مرد اومده تو حوزه زنان میخواد فعالیت بکنه و انتظارش هم مثلا از یه آدمی مثل من اینه که من حمایتش بکنم، یعنی سرمایه اجتماعی یا اعتبار اجتماعی مو خرج این بکنم که بگم برین فیلم اینو ببینین، نه که حالا من کس خاصی باشم، ولی همونی که هستم بیام به کس آدم های دیگه توصیه بکنم که برین اینو ببینین، نمیدونه، اینو واقعا نمیدونه که با گفتن بانو به من احترام نمیذاره. اگه اینو به این میگه که به من احترام بذاره، تقریبا من به ذرس قاطع میگم یه اجماع کلی بین اکثریت فمینیستا وجود داره که نه، ما این از این اطلاقا برای احترام و اینا برای ما استفاده نکنیم. حالا یکی اسمش خانم بانو فلانه بهش بگین، خودش خودشو اینجوری دیفاین میکنه، اسم شناسنامه‌اش اینه، خودش رفته بعدن اسم مستعار برای خودش گذاشته بانو گل، شما بهش اینجوری صداش بکنید. ولی اینو به عنوان یه چیزی لیبلی در واقع انگار داری به من احترام میذاری و یه جوری من احساس میکنم حتی داری من خر میکنی، مثلا میدونی یه لیبل اینجوری استفاده نکن. چون اگه وارد بحث فمینیستی بشیم و اتفاقا بحث، چون اینشون هم در مورد حالا نمازش ببرم اونه، ولی در مورد باکرگی هم اتفاقا مثلا فیلم ساخته بود دیگه، اتفاقا تو وقتی تو رفتی فیلم ساخته در مورد باکرگی، حالا قبل از اینکه فیلمش بیاد بیرون ما داریم پنبه فیلمش هم میزنیم، ولی اونجوری که اون اومد درخواست حمایت کرد خب باید آدم اینو بگه. ببین ولی خب همون مسئله اینه که ما حالا من هم میگم ماما، منظورم که حالا کسایی که بالاخره یه مخاطب قابل شمارشی دارن، شمارشی دارن، ما با اکثریتی طرفیم که نمیدونن، خیلی ها نمیدونن و اون چه که میدونن فکر میکنن درسته. که نمیدونم چطوری بگم که مدل از بالا به پایین برداشت نشه. متوجه منظورت میشم ولی چی میگه؟ آره میدونم تو متوجه میشی، شنونده ها رو میخوام یه موقع سوء تفاهم نشه، که منظور منم نمیدونستم. ببین مثلا من مارال بارها با هم صحبت کردیم تو قسمت های قبل که ما وقتی از ایران اومدیم بیرون فکر میکردیم نژاد پرست نیستیم، و ولی تا به همون میگفتن ای تو پس عرب هستی ناراحت میشدیم و الان خجالت میکشیم از اونی که بودیم. ولی رشد میکنه آدم دیگه، اشتباهاتتو بپذیر، مثلا رشد کن. در چند تا ساعت باید بحث بکنیم؟ من معمولا
مثلا انتظار ندارم این میلیون ها ایرانی که هستیم هممون پولیتیکالی مثلا کاملا علاوه سیاسی ادبیات صحیح سیاسی رو استفاده بکنیم و همه چی به این مسئله حساس اجتماعی علم داشته باشیم و غیره. در نتیجه فکر میکنم که تمام کسانی که در شرایط استبدادی امروز ایران که دقیقا سیستم داره نه تنها آموزش درست رو نمیده بلکه آموزش غلط میده، یعنی به تو یاد میده که زن ستیز باشی، به تو یاد میده که هوموفوب باشی، به تو یاد میده که ترنس ستیز باشی، به تو یاد میده که نژاد پرست باشی، به تو یاد میده که مثلا نگاهت به افراد دارای معلولیت و غیر و غیره نگاه تحقیق باشه. خب من در چنین سیستمی فکر میکنم که این اکثریت انسان ها شانس یک آموزش صحیح رو نداشتن. در نشه ماها که این شانس رو پیدا کردیم در یه مقطعی از سنمون همواره باید حواسمون به این باشه که از یه امتیازی برخوردار بود. آره. و این امتیاز رو چجوری میتونیم در جهت بهبود جامعه استفاده کنیم. این در کلیتش اگه من میخوام در مورد میلیون ها انسان که در ساکن جغرافیای سیاسی ایران هستن صحبت بکنم. اما به نظر من فعال اجتماعی، کسانی که میان توی این حوزه ها کار میکنن، فیلم میسازن، حرف میزنن، مسئول هستن نسبت به تک تک کلماتی که میگن، مسئولن، میتونن از جامعه فرصت و زمان بخوان برای اینکه بیشتر یاد بگیرن، اما نمیتونن غیر مسئولانه با این مفاهیم رفتار بکنن و مصرف بکنن این مفاهیم. یک. دو، من از مخاطبیم که پیگیر میشه صفحات ما رو به صورت پیگیرانه، یعنی ما رو پیگیری میکنه چون فکر کرده که مثلا من میخوام الان شیرین رو پیگیری کنم چون میدونم شیرین یه حرفایی میزنه در زمین مسائل حالا زنان یا کلن که این حرفا برای من جالبن و میخوام بشه. خب من اونجا احساس، یعنی انتظارم از اون مخاطبه اینه که اگه بدبستونی هست بدبستونی باشه بر مبنای اینکه چجوری میتونیم بهتر بفهمیم، بدبستون بر مبنای این نباشه که مثلا اینجا مسابقه نیست، از آب گلالود ماهی نگیر. آره مسابقه، یعنی بعضی هم مثلا از این صفحات استفاده میکنن، از این پلتفرم ها استفاده میکنن برای در واقع هیت یا برای بازگو کردن نظرات نپخته و ناقص، و چیزی که منو ناراحت میکنه در اغلب موارد این کسایی نیستن که میان سوال میکنن و نمیدونن. آره. یا یه چیزی میگن آدم بهشون میگه ببین اینی که میگی درست نیستا. آره. کسان معمولا باعث مثلا ناراحتی یا دل سردی امثال من میشن که واقعا اومدن مخدوش کنن و قصد هم ندارن یاد بگیرن و اینی که آره متوجه هستم، دسته بندی میکنم من این اینا رو. خب آره دقیقا هم همینه، هیچ وقت سیاه‌سفید وجود نداره، بعدش هم دقیقا یه سری هستن که آره منظور منم این بود که ترشحات ذهنی منو دوستم. خب خانوم قشنگه مرسی مینا، به نظر من خیلی گفتگوی خوبی بود، خیلی لذت بردم، دمت گرم. مرسی که با وجود این همه میدونم که چقدر درگیری و فلان و اینا پیگیری کردی و عملی شد دیگه انجام. مرسی از تو که وقتت رو دادی به من. مرسی. و مرسی از شما که به ما گوش دادین، خیلی ممنونم. اگر نظری دارید برای ما بفرستین، اگر خوشتون اومد از این قسمت با دوستاتون به اشتراک بذارید، توی شبکه‌های اجتماعی تگ کنید، استوری کنید، دل ما رو شاد کنید، به من انرژی بیشتری میدید برای اینکه ادامه بدم به این پادکست ها، و اینکه امیدوارم همه با هم یه چیز جدیدی یاد گرفته باشیم و این یادگیری جدید رو به دیگران انتقال بدیم برای اینکه یک دست صدا نداره. ماچ بروی ماهتون، تا قسمت بعدی، خدافظ، بای.